چقدر هم بد اینو ارائه داد استاد دیگه آره ببین خب کوالکام الان چهار تا فردازنده داره اولین بار بود که من میدیدم مایکروسافت انقدر اعتماد به نفس داره که اینا رو نشون بده ریسرچ های ما رو برداشتی بردی الان داره استفاده میکنی چون دیدی که فرصت مناسب و این صحبت شاید ام به خصوص تو بخش تکسته ای و حالا تجربه وب دست بالاتر, بالاتر, داده بالاتر داده رو داشته اوه. باشه مکبوک های بعدی ام هم باز دست بالاتر رو داره با حاشیه اختلاف کمتر مثلا سی و یک اردی بهشت برای ماکروسافت خیلی روز بزرگی بود واقعا دهیران. هم آینده ویندوز رو ترسیم کرد هم گفتش که چه سخت افزارهای قراره بیاد همین که اصلا چه ویژگی میخواد بیاد با هوش مصنوعی حسابی هم اپل کری خوندی. آره واقعا همه جاش میدیدیم اون ام فرو و ام تیری و فلان و بیسار رو آره آره. اولین بار بود که من میدیدم مایکروسافت انقدر اعتماد به نفس داره که اینا رو نشون بده آره. قبلش اینجوری بود که مثلا این سرفیس میتونه منوی استارت سی درصد سریعتر از نسل قبل باز بکنه یا <تصفح> مثلا توی اون سرفیس پرو ایکس رو توی سایتش نوشته بود که اگه میخوای گیم بازی کنی برو سرفیس پرو نمیدونم نوه به با ترش اینتلی که خیلی قوی تره <تصفح> خیلی قوی تر امسال خیلی متفاوت بود هم اون ارائهشون، اون خود ایونت خود... هرچند که لایف نذاشتن خیلی عجیب اه. بود که پوشش زنده نداشت همه چی چیده بود لایو آره, آره. بود. ولی هم اون اسلایداشون قشنگ تر شده بود هم که خیلی اعداد ارقام شگفت انگیزی رو میگفت مثلا اه. چیزو که فکر میکنم گفت سرفیس پرو رو فکر کنم گفت 90 درصد, 90 درصد از نسل قبل سریتر نره. سرفیس لپتاپ فکر 86 80 درصد در گفت و اینکه اشاره به چیزم داشت دیگه که این سرفیس سرفیس لپتاپ قراره چه میدونم 58 درصد توی چند هسته ای سریتر باشه در طولانی مدت البته خیلی جالب بود این عدد ارقامی که گفت خب از کجا شروع کنیم صحبت کنیم به نظرت ببین به نظرم اون چیزی که خیلی مایکروسافت روش مانور داشت همین کوپایلت پلاس بود دیگه میخوای راجع به اونو صحبت بکنیم یه مقدار شفافش بکنیم برای خیلی هم گیج کننده بود هم اسمش عجیب غریبه آره آره. بعضی فکر کن کوپایلت به علاوه پی آره تا روز بعدش فکر میکردم کوپایلت به علاوه چون اصلا هم نیومده بود آره. hey به علاوه پی سی چیه ولی خب بعدش مشخص شد که منظورش پی سی هاییه که کوپایلت رو میتونن به صورت لوکال اجرا بکنن عجیب <laughs> اسم گذاری هیچ وقت جز به نقاط قوت ماکروسافت نبوده <laughs> <laughs> هیچ وقت واقعا خب آره از همون ویندوز و این داستانا شروع کنیم که های واقعا خفنی داره همشون هم عجین شده با هوش مصنوعی آره جای جایش میشه واقعا آره مثلا گوگل میخوای از همون ریکال شروع کنیم جنجالی ترین آره جنجالی بود ترین بود و چقدر هم بد اینو ارائه استاد دیگه یه چه خود چیز نادلا با این خانم جوانا استرن از والستر جورنال مصاحبه. مصاحبه میکرد گفتش که آره این حافظه، یه این حافظه تصویریه ما پشت سرم از هر کاری که شما میکنین اسکرین شات میگیریم بعد شما میتونید اینو سرچ بکنین آره. به صورت سیمنتیک یعنی که به زبان طبیعی هم میتونید سرچ دایده. بکنین حالا خیلی هم بحث برانگیز شد همه در موردش صحبت کردن که آقا این چیه چرا باید من مدام از پی سی اسکرین گرفته بشه و اینا کلا هم یه مقدار کریپی هست قضیهش ولی بعدا این اسناد خود مایکروسافت و اینا هم که منتشر شد که بگه که ما چی کار میکنیم دقیقا خب اول اینکه به صورت کامل لوکال اجرا میشه مهم. روی این ویندوز جدید و اسکرین شات یا اسنپ شاتی هم که ذخیره میشه به صورت رمزگذاری شده ذخیره میشه و کسی هم بهش دسترسی نداره مایکروسافت ولی واضح هم نوشته که ما از این دیتا برای ترین کردن مدل زبانیمون هم استفاده, استفاده نمیکنیم نمی حالا اینو نمیگفتیم ما اوکی بودیم الان حس بد گرفتیم <تصح> آره بعد عرض کنم خدمتت که نوشته که شما میتونی فیلتر بکنی که چه اپ هایی چه وبسایت هایی ما امکان نداریم که اسکرین شات بگیریم مثلا بگیر. بلاک لیست بذاری که آره. اینا رو نگیر احتمالاً حالا من ندیدم ولی احتمالش هست که مثلا شما فرض بگیرید تلگرام رو فیلتر اوت میکنی حذف میکنی شما مثلا یه پنجره داری هم پاورپوینت بازه هم تلگرام احتمالاً اون اسنپ شاتی که گرفته میشه تلگرام مشکی اوه. میشه اوه. یکی این یکی محتوای DRM دار یعنی ویدیوهای نتفلیکس و فلان این داستانا که حق پخش و اینا دارن لایسنس دارن ده، ده. اینا هم اسکرین گرفته نمیشه ازش توی فکر کنم ویژن پرو هم همینجوری بود دیگه شما مثلا فیلم از توی اپل تیوی پلاس پخش میکردی اسکرین شات میگرفتی اون تیکه مشکی میشد آره محتوای پروتکت آره. شدن دیگه محتوی شده است و مشکی میشد Uh, ارز کنم خدمت یه داخل پانتز یه چیزی نوشته بود گفته بود اگر وبسایتی ساپورت نکنه از این قابلیت های امنیتی که مثلا فرض بگیر شما رمز رو وارد میکنی رمز رو دیگه واضح نشون نده ستاره ستاره نشون نده خب اون اسکرین شات گرفته میشه اونو میگیریم آه 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 اونو مو، اونو مو گیریم امیدوارم اینو یه کاریش بکنه دیگه حداقل اون گرفته نشه اوه. و یه چیز دیگه ای که توی این اسادش اومده که خب آقا شما کوپایلت پلاس و کامپیوتر کوپایلت پلاس رو داری ستاپ میکنید راه اندازی اولیه‌اش هم اول کار ازت میپرسه که این فعال باشد یا نباشد اوه. خب یعنی اینجوری نیست که بدون اینکه به شما اطلاع بده فعالش بکنه و همونطوری زرت و زرت بخواد شد بعد از اون هم هر لحظه میتونید شما بریم تو تنظیمات، تغییرش بدید، هم به حال فیلترها رو تغییر بدید، اپ اضافه کنین، کم کنین، وبسایت اضافه کنین، کم کنید و خلاصهشم میشید تو آره 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 دقیقا. دقیقا. یه روز باشه ده چقدر سیو بشه حتی حافظه, حتی حافظه, رو حتی حافظه رو هم میتونید تغییر بدی خود سیستمش اینجوریه که خب من یه حافظ مثلا یه فضای سازی در نظر گرفتم پنجاه گیگ اه. این پنجاه گیگ پر شد پاک میکنه همه رو از آخریه شروع میکنه آه. پاک کردن آه دو پاک دو میکنه دوباره اضافه میکنه و شما میتونید این مقدار فضای سازی رو هم تغییر بدید اه. بعد عرض کنم خدمتت که اه... یه چیز دیگه هم که بود این که فکر میکنم به این کامپیوترهای کوپایلت پلاس ویژگی سیکیور کور آره،, آره سیکیور کور سیکیور. هم اضافه شد حالا سکیور کور چیه اولین که بیتلاکر و اینا باید بسیار پیشفرست روشن باشه تی باید داشته باشه سیستمه و فعال باشه تی و آه، اون ویندوز هلو هم حتما باید باشه آره و آره. فعال ویندوز. هم باشه آره. اینجوری مثلا میخواد که اون دقدقه های امنیتی رو رفت بکنه خب اینا رو میمرد تو توی رویداد نگفت توی رویداد گفتش که ما حافظه تصویری داریم از هر کاری که میکنین ما اسکرین شات هر دو الا پنج ثانیه هر دو ثانیه که چیزی از دستتون در نره آره واقعا خیلی و خب این ریکاله باعث شد که این جو منفی علیه مایکروسافت خیلی شدید شد ماسک هم اومد آره تویتر ماسک هم زند. گفت که اصلا بلک بلک میرور اصلا من سری خاموش خاموشش میکنم, میکنم و اینا من ب... حسم... به شخص دوست داشتم آره بیشن. خیلی منفی نبود چیز باحالی بود که اینکه مثلا شما فرض بگیرین اه... چه یه هفته پیش یه اسلاید پاورپوینت دیدین راجع به یه نوع حیوان یه گونه حیوانی بعد اه... یادتون نمیاد کدوم پا اسلاید بوده کجا بوده کجا ذخیره کردین توی ریکال مثلا سرچ میکنی یه گونه حیوانی که مثلا چه جوری از دسته خزندگانه یا چیه و پاورپوینت مربوطه رو میاره نه که مثلا اون تیک متن دقیقا توی متن پاورپوینت باشه از تصویر هم درک میکنه این اکثر رو بعد حالا چیزی که به شما نشون میده یه اسلایدی اسنپ شات از اونجا میتونین متن استخراج کنین عکسو بردارین یا مثلا به اون وبسایت مستقیم برین این موارد این رو کلیک کنیم روش مستقیم میره تو اون سایت و آه آره اونجا آره آره و اینکه دو... این یه نکته ای هم که بود روی حالت اینکاگنیتو مثل اینکه جواب نمیداد خیلی از سر این <تص> به استرس گرفته بودن که اون محتوایی که ما داریم تو حالت اینکا، اینکاگنیتو میبینیم این آره، میبینه اینکاگنیتو هم آره. آره، این چیز میکنه فیلتر اوت میکنه و اینکه گفته بود از فعلا با مرورگرای کرومیوم مبتنی با کرومیوم یعنی اوه. کروم و ایج و اوپرا, اوپرا و, و, و آرکو امه. مثلا مواردی هست فایرفاکس نیست آره فایرفاکس آره. نیست آره بعد بعد از اینا چی ها داشتن یکی دو آره یک تا بود خود ریکال نه جز ریکال آره کوکریتورش بود آره که نقاشی می‌کشیدی آره نقاشی, آره نقاشی بعد میکشی ای آی بهت کمک میکنه آره. خیلی جالب میکنی. بود جالب الان فعلا فقط توی پینت فکر کنم در دسترس بود آره, آره. تو فوتوز هم یه چیزایی اضافه کرده اه. با بر ادیت چیز جنریتیو حالا آره. باید ببینیم دقیقا چه جوری هاست که نسخه بتاش هم اومده البته تو نسخه بتا همه این قابلیت ها نیست دیگه قابلیت های AI نیست و بعد رو چیز باشیم دیگه روی تراشه آرم باشیم آر آر و داستان آر آر آر. MPU و اینا باشه جز اینها حالا جزیات AI ای رو فکر کنم قبلا توی ویدیوهای دیگه و متن زومی توی مقالاتمون نوشتیم رو یه مورد دیگه ای هم که بود حالا این پاوان داولوری که چیز دیگه مدیر آره مدیر واحد چجوری یادت مونده ویندوز و دیوایسز آره ساتیا کل همشهریاشو آورده مایکروسافت دیگه بعد این گفتش که ما ما ویندوز کوبیدی مزنو ساختیم یعنی جز الان قابلیت های این ای آی و این داستان مثلا فرض بگیر مدل‌های زبانی کوچک SLM ها رو هم چهل تا مدل زبانی به صورت نیتیو تو دل ویندوز اضافه کردن کرنل رو آپدیت کردن کامپایلر رو اپدیت کردن و حالا اون لایه مترجم, مترجم پریزم اضافه عرب. کردن که میگن اندازه روزتا دو یا حتی بهتر هم عمل میکنه که پاشناشیل بود دیگه این, آره چیز این موارد جزو اصلی ترین چیز بود حالا پشتیبانی از وای فای 7 هم فای <تصفح> حالا تو <توكوش> ذهنم <تصفح> بود که از اصلا ویژگی هاشون بود من دیروز داشتم یه ویدیویی میدیدم حالا این بنده ها اسمشون نمیدونم بچه ها اگه لطف بکنم بعد این ادیت اضافهش کنن خوب میشه روی یه دونه ویندوز لپتاپ ویندوز آنارم قدیمی 86 جن 2 نمیدونم <تصفح> چیه این آپدیت جدید رو نصب کرده بود و میگفتش که مثلا خروجی گرفتن از عکس ها و اینا یه 50 درصدی سریعتر شده آره دقیقا میخواستم درباره همین صحبت کنم مثل اینکه اون لایه پریزم و این داستانه اونم توی نسخه قدیمی هم داره جواب میده آره و آره. عملکردش خیلی بهتر آره. شده نه فقط واسه. این کوپایلت پلاس ها تو کامپیوترهای قدیمی ده، ده، ده. آرم هم جواب میده قدیمی رو بل نکرده برخلاف چیزی که من مایکروسافت میگم آره شده. آره. می آره. آره. <laughs> بعد حالا و چیزی که آره مایکروسافت میگه برای اینکه من بتونم به یک لپتاپ لقب کامپیوتر کوپایلت پلاس بدم هم یه سری داستان داره اه. دیگه میخوای تو بگوین آره دیگه یه سری پیش نیازا داره که مهمترینش رم 16 بود آره خیلی جذاب بود برای آره نیاز. خیلی واقعا جنجالی بود و اینکه یه جور دهنکجی هم به اپل بود که میگه گیگ برای همه آره کافیه هم. آره. ولی الان 16 گذشته حالا با اینکه 16 گیگ میشه باز ربطش داد به اون داستانه هوش مصنوعی ولی میشه گفت واسه کاربری که از هوش مصنوعی استفاده نمیکنه یه برد برد آره دیگه 16 گیگ رم تو در اختیار می داری که و... من برای اینکه به کامپیوتر شما لقب کوپایلت پلاس رو بدم بج کوپایلت پلاس رو بدم باید رم 16 گیگ باشه ام پی هم باید داشته باشی اه... چهل حداقل 40 تریلیون عملیات بر ثانیه رو بتونه انجام بده و این برای چیه برای اینه که این مدل های زبانی بتونن آفلاین و و حال آن دیوایس اجرا بشن این مهمتر جزو مهمترین ویژگی بود و 256 گیگام اس اس باید داشته آره باشن و این آره. آره و اینم که داریم میبینیم دیگه سرفیس لپتاپ و سرفیس پرو و همه اینا با این ویژگی ها حتی لپتاپ های دل آره و آره. همشون مینیمم 16 گیگ دارن ولی ماکسیمم مثلا خیلی کم دیدم که 64 گیگ رم داشته باشه نم زیاد انگارش 64 گیگ آره. به کار نمیاد روی آره، این طرف آره، آره، آره. چیز آره. اصلا این سرفیس لپتاپه رو فقط توی پری اوردراش میتونی 64 گیگ رم بگیری تو حالت عادی همینطوری بری توی فروشگاه بخری نیستش آره، و اینکه حالا مایکروسافت میگه که ما خب خیلی چیز بودیم که خب این کوپایلت پلاسه فقط برای کوالکام و آرم دیگه ویندوز <applause> آن آرم میگه که ما شروع کوپایلت پلاس و نسل جدید و عصر جدید پی سی ها رو با کوالکام شروع, میکنی؟ شروع میکنیم. و در گام های بعدی AMD و اینتل هم انتل. اضافه آره. میشن و شاید هم انویدیا و, میدیاد. شاید آره آره یه خبری هم اومد آه. که انویدیا با مدیاتک دارن همکاری میکنن که آه. چه شبت واویلا این ویدیو هم توی این زمینه خیلی به اصطلاحی میگن یه سبقه ای داره آره, آره. توی بخش سرور خصوصا یه نکته ای که داره این خب الان بزرگترین تراشه ساز دنیاست دیگه و دست بالاتر رو داره نسبت به بقیه شرکت ها به جز اپل البته در سفارش دادن تراشه این میگن که قرار رو نانومتر باشه و در آینده نزدیک قرار رو نمایی باشه و رو سنانومتر رو تی اس ام سی هم باشه حالا میگن که ای دی و اینتل پردازنده هاشون که با این بتونن بجه کوپایل پلاس رو بگیرن توی کامپیوتکس یعنی حدود 20-25 روز دیگه توی نمایشگاه کامپیوتکس تایوان تا رو رونمایی میکنن ازشون برای اینتل که میشه خانوادی لونار لیک برای AMD هم که اسمشون اسم رمزشون حداقل الان استریکس پوینته و قرار معماری زن 5 رو داشته باشه یه پردازنده از استریکس پوینت فاش شده بود اول کار که میگفتن قرار این باشه رایزن 9 سری 9050 بعد اسمش رو عوض کرد گفت آلا اینا اسم فاش شده دیگه رایزن ای آی 9 170 ایکس ایکس 170 آره بعد گفتش که نه این نمیشه چون از اون سم لونار ای که اینتل هم قرار کورولترا سری 200 باشه من الره. من من 170 بذارم فکر میکنن که ضعیفه اسمشو اسمش عوض کرده <تصحیح> گذاشته رایزن ای آی نمیدونم چیچیه چی 300 که این بالاتر باشه که این عددش بالاتره پس بهتر <تصحیح> از اینتل چه کارایی می‌کنه آره. اینا بعد الان هین معرفی سرفیس ها و این اسنپ دراگون ایکس حالا جلوتر درباره یک سریت بیشتر صحبت میکنیم این قائم مقام اینتل رابرت هلک هم یه اومد یه توییتی زد که یه هایپی بکنه که آره ما منتظر لونار لیک باشین که قرار امپیوش 45 تریلیون عملیات بر ثانیه انجام بده 1.5 برابر قرار گرافیکش سریعتر باشه و تمرکز بسیار شدید داریم روی بهرهوری <applause> سی پی مون حالا چرا انقدر طول کشیده که تو تمرکز بذاری رو واقعا دیر به خودش اومد آره. و خیلی الان بازی رو عملا میشه گفتش که حداقل توی لپتاپ ها واگذار کرده دیگه کرده نداره هیچ جوابی برای, برای امیدوارم که بتونه یه دستی تکون بده دیگه که سریعتر معرفی بکنه حالا این چیزی که دلیلی که من تو الان اینجا نشستیم فکر نکنم خیلی برای کار جذاب باشه که ویندوز آن آرم و ریکال و نمیدونم فلان بیشتر فکر میکنم بحث کلکل کل کل اپل و چیزه مایکروسافت و کوالکام ببین الان اولین نصف موج کامپیوترهای های پلاس که برنامه کوالکام هم و قرار از 18 جوان یعنی حدود 22 روز دیگه م... وارد بازار بشن 22 سه روز دیگه ببین خب کوالکام الان 4 تا پردازنده داره که عملا سه تاشون از یه نسل X Elite ان یکیش X Plus X Plus 10 تا هست داره و اصلا هم خدمت فرکانس پساش شا... 3 و 4 دم گیگاهرتز دیگه فرکانسش بوست نمیشه آره نمیشه اه... بعد از کنم خدمتت که X Elite ها با سه نوع هم بالاترین ردش که هر تاش دوازده هستن بالاترین ردش علاوه بر اینکه خب فرکانس پایش بیشتر از بقیه است 3.8 گیگاهرتز فرکانس بیشینش اون بوستش توی پرزش دو, دو هسته ای به 4.2 گیگاهرتز میرسه در حالی که اون دو تا چیز میتونیم بگیم میانی دیگه آره میانی چیه میانی به 4 گیگاهرتز میرسه ایکس الیت پایینیه که اصلا بوست نداره, نداره. هم 3 و 4 گیگاهرتز رو داره یعنی یه چیز تو ما همون میشه ایکس پلاس ولی خب جای ده هسته دوازده است اون پایین همینه داره. و موارد دیگه این مثل پشتیبانی از رم و قدرت پردازشی ام پی او خیلی فرق نمیکنه اصلا دقیقا یکیه حتی کششون هم یکیه همشون چل دومه گابایت آره آره, آره یه تفاوتشون روی قدرت پردازش گرافیکیه که باز X الیت های پایینی و ایکس پلاس همشون یکی هستند سه و هشت همه تراف لابس بالایی که گفتی چهار و این چیزیه که خب الان X الیت داره مثلا اینجاست که الان کوالکام خب خودش رو با ام 3 مقایسه امه. میکنه دیگه میگه که این X الیت بالا رده ترینه نسبت به مکبوک ایر m 3 می خب 28 درصد سریعتر باشه نسبت به مکتب اینه ایکس پلاس هم باز میگه حدود 10 تا 12 درصد سریعتر آره 10 درصد میگه آره توی پرزش چند هستی آره آره ولی مسئله اینجاست که این امتریه یه جورایی الان زیر سایه ام 4 ام 4 اپل برای اینکه هایپ این موجود رو به نفع خودش ببره قبل از رونمایی سرفیس ها اومد حرکت زیرکانه آ... ای بود آیپد رو معرفی کرد با ام فور ما سابقه نداشتیم دیگه اصلا سابقه ام ام. نداشت که اپل بخواد تراشه جدیدش, با... جدیدش رو با توی سه نسل گذشته این چیزی نبود تراشه جدیدش با آیپد معرفی بکنه اصلا با محصولی که زیاد با چی میگن کامپیوتر ربطی نداره آره آره. یه حالتی از کامپیوتر تبلت هاش دقیقا اصلا چرا با آیپد معرفی کرد چون مکبوک ای رو همین پنگاه شیش با, با, با ام معرفی آره. کرده بود و این اومد قشنگ زیر سایه چیز ام،, ام،, ام فور اومد زیر سایه ام فور و باید با ایکسلیت رو هم باید با ام فور مقایسه بکنیم یه جورایی آره ولی خب ما هنوز الان توی مکبوک ها نداریم آره دیگه توی مکبوکا ها اصلا نداریم حالا من باید به اون عدد ارقامی که خود اپل داده باید آره کنیم دیگه چون این تستی نداریم ازش. تقلبام رو نوشتم مشاید. آره در باره امتیازاش و عمل صحبت میکنیم فقط من یه نکته‌ای که بگم اینه که کوالکام اصلا درباره توان مصرفی صحبت نمیکنه آره خیلی عجیبه آره اصلا صحبت ف... ف... تنها چیزی که داریم اینه که میگه که ما بیستو... دو... روی دو تا کامپیوتر با مهم. کامفیگ کانفیگ 23 وات و 80 وات تست مهم. کرده اکسلی تو و این 23 و 80 هم مربوط به تراشه نیست ظرفیت ت... خنک کنندگی کل دستگاهه خب این باعث میشه که شما خیلی راجع به چیز ندونی دیگه <applause> و چند وات داره ما توی نمودارهایی که گذاشته بود ما هم اکسلیت رو روی 20 وات 23 وات دیدیم هم 70 75 وات دیدیم ام و اتفاقا اون 70 هفتاد 75 هفتاد واتیه هم خیلی عملکرد سریعی نداشت اوه. شاید دلیلش اینه که واقعا این اکسلیت فعلی با این اصلاً برای از اون, از... اون اسکیل نیست برای اون اسکیل نیست شاید دلیلش اینه که اصلا نباید این پردازنده 80 وات بهش تزریق بشه اه... چرا اینجوریه دلیلش اینه که شما نسبت عملکرد به توان مصرفی توی هیچ تراشه‌ای خط راست نیست یعنی آره، شما بگی که من هر چقدر توان مصرفی رو ببرم بالا همونقدر همون عمل کردم رو. میره بالا شاید توی مصرف‌های پایین این برقرار باشه شما هم. مثلا تا یه جایی تا سی وات چل وات ارتقا میدی خب عمل کردم بیشتر میشه از یه جایی به بعد شما هر چقدر تزریق میکنی اونقدری تفاوت عملکرد کرد نمیدونی مثال خیلی دم دستی که در این باره میتونم بزنم اینه که چل شست چل پنجا چهل اینا ته واتجی که خود انویدیا پیشنهاد میده چیه؟ 105 واته براشون خب بیشتر از 105 وات شما هر چقدر توان بهش تزریق میکنی عملکرد خیلی تغییری نمیکنه تو گرافیک اه. اینا خب حالا مثلا می‌بینی این شرکت‌های تایوانی مثلا می‌بینی لپ‌تاپ معرفی کرده 40 60 با 140 وات خب <تصفح> مثلا اون عدد 140 وات رو می‌بینی می‌بینی این چه گولاخیه <تصفح> خب. ولی خب عملکردش تغییری نمی‌کنه <تصفح> اینه که من حس می‌کنم اصلا این پردازنده این تراشه ایکسلیت نباید 75 وات بهش تزریق بشه همون تو بازی 20 تا 30 وات آره اینا فقط به حالا دیگه تهش 40 وات, 40 وات. بیشتر از این عملکرد خیلی بهبودی پیدا نمیکنه اصلا کوالکام تمام زورش رو زده که این عملکرد رو ارتقا بده که پردازش تک ایش مثلا نزدیک امتری باشه اه. مثلا توی بنچمارک ها این پردازنده بالا رده ایکسلیت رو چیز میگه کوالکام میگه که امتیاز تک گیک بنچش حدود 2900 خب اه در حالی که ام 3100 خب اه. حدود مثلا شما فرض بگیم حدود 10 درصد 7 درصد سریعتر از اکسلیت خب این مسئله ای که هست از اینجاست که خب اون ام واقعا با توان مصرفی پایینی داره اون تکسی به اون عدد میرسه به اون عدد میرسه و و خب من نمیدونم این بال اکسلیت بالا رده چقدر چند وات داره مصرف میکنه به عنوان مثال توی تست های ما اگر اشتباه نکنم چیز ام توی سینه بنچ که کل سی پیو رو درگیر میکنه مهم. توی عملکرد تکستی فکر کنم حدود 5 6 وات مصرف میکنه مهم. خب آیا این ایکس بالا رده این امتیاز 2900 و که 7 8 درصد پایین تر از چیز ام میتونه تو اون 5 وات بده توی, توی اون 5 وات بهت میده یا مثلا میاد 10 12 وات مصرف میکنه این خیلی چیز آره، مهم خیلی مهمیه شیدو. واسه همینه که اصلا توی نمودارایی هم که فکر کنم نشون داد زیاد روی سینگل به سینگل کورشون عملکرد عمل کرده سینگل زیاد مانور با ام تیری نداد با, فقط با و ببخشید با اینتل و ام دی و اینا کرد فقط با اینتل و ای ام مقایسش کرد امتیری روی ام تمرکزشون صرفا روی عملکرد چند هسته ای بود و خب حالا همین ام اصلا شما این پرزنده میانی اکسلیت رو هم ببینی امتیاز تکستهی شدود 2700-2800 به دست میاد که خیلی امتیاز خوبیه خب ام. به هیچ وجه امتیاز بدی نیست یعنی به خودی خود یه عملکرد بسیار اسنپی و سری بهتون میده ام. چون این عملکرد کرده ای توی کاربری روزمره خیلی مهمه وبگردی و این داستانه خیلی به چشم میاد اون سر حال به, به چشم میاد کامپیوتر اره. چست و چابک تو آره ده احسن اره. چابک میشه اون امتیاز 2700 حتی 2500 2600 هم امتیاز خوبیه یعنی این که من بیام اینکه اصلا قبل از این ما چه چیزی نداشتیم, نداشتیم, تو دنیا اصلا. شما با توان مصرفی پایین به همچین عمل کردی برسی واقعا اوکی حالا این که مثلا شما هی بخوای واتج تزریق بکنی به این پردازنده که بیاد از ام رد بشه یا چی که نمودارش کنی بزنی زیاد چیز, چیز جالبی چیز نیست چیز جالبی نیست حالا ما خیلی راجع به عدد و رقم و امتیاز و اینا صحبت میکنیم من خواهشی که از هومن دارم اینه که هین ادیت این تصویر امتیازارو رو اینا آره امتیاز رو بذاره میدم به هومن آه. که اضافه بکنه به تصویر که بس کار مخاطب همون... تصویری هم بیشتر مخاطب بیشتر تصویری آره. هم ببینه اه... میگم چیزه حالا M3 زیر سایه M4 حالا اپل توی M4 امفور... M4 رو که بلافاصله معرفی کرد اولا که لیتوگرافی رو باز ارتقا داد از انتری پایه اومد روی انتری ای اه. که به خود خود... بی بود دیگه قبلش. آره بی بود آره. اومد رو, ای. رو اومد آره. اه... اه... چیز ای این خودش به خودی خود کمک میکنه که یه مقدار بهرهوری بره بالا یه مقدار عملکرد بره بالا ضمن اینکه اپل اومده یه چند تا چیز اضافه کرده من دوباره تقلبم بیارم در صحبت میکنم میخوام مرور کنم به ذهنم بیاد که بگم اه. توی پرازنده های M4 اومده یک تغییراتی اضافه کرده توی هسته هاش اول که اومده یه, محاسب، یه تعداد محاسبگر SME اضافه کرده حالا قبلا با هم صحبت کردیم اس ام ای میشه چی میشه scalable ماتریس اکستنشن یعنی چی محاسبات ماتریکسی رو یا ماتریسی رو دارم توی ریاضی ماتریس بهش میگن محاسبات ماتریسی رو آسونتر کرده توی سی پی خب و این کجا بیشتر به کار میره توی یادگیری ماشین هوش مصنوعی خب چیزی که من خب پردازنده ها به دنبال اینن که این تعداد این محاسبات رو بندازن رو دوش MPU, MPU که سی پی یو جی درگیر زیاد درگیر, نشن. درگیر, نشن درگیر. حالا ما اپل اومده این شتاب دهنده رو اضافه کرده و نتیجهش چیه نتیجهش اینه که این ام یه جامپ عجیب غریب رو داره تجربه میکنه عمل کردش نسبت به ام 3 فکر میکنم مثلا ام که مثلا تکسیش 3100 بود این رسیده به 3700 800 حتی خنکش کرده بودن با نیتروژن کلین و فلان این داستانها به چه، نزدیکی 4000 هم رسونده بودنش که خب اختلاف عمل کردی ایکسلیت با این فور رو خیلی زیاد, خیلی زیاد کنه. و میگم حالا چیزی که متخصصین هم من خیلی متخصص نیستم چیزی که متخصصین هم میگن اینه که این SMEه توی کاربری عادی خیلی به چشم نمیاد استفاده ای نداره میگم برای یادگیری ماشین هوش مصنوعیه که خب پردازنده ها اینو میندازن بیشتر رو دوشه پی و زیاد کار سی پی آره, دقیقا. آره. اپل اومده یه تعداد تغییرات توی معماری حسام ایجاد کرده مثلا ارز دیکودر رو که حالا دستورالعمل ها رو میگیره خورد میکنه به هسته ارسال میکنه ارز درسته. دیکودر رو از 9 به 10 رسونده خب این باعث میشه که عمل کرد و ظرفیت محاسباتی سی پیو بره بالا و تعداد تغییرات دیگه مثل ظرفیت بافر و اینا رو اهو. افزایش داده خیلی وارد جزئیات نمیشه این افزایش باعث شده که آی یعنی یا عملکرد کرد نسبت عملکرد به فرکانس اهو. رو حدود 7 درصد افزایش بده اهو. اپل چند سال بود که درجا میزد دیگه یعنی اموان که اومد یه پردازنده خیلی انقلابی بود بعدش این مهندسینش اومدن یه استارتاپ ساختن اوه. و انداختن به نام نوویا آره. و چی شد خودت بیشتر از من مطالعه کردی در این کلا اون به اصطلاح میگن استارتاپش که جدا شد از اپل اپل که اومد ازش شکایت کرد گفت اوه. اطلاعات ما رو به اصطلاح میگند اون ریسرچ های ما رو برداشتی بردی الان داره استفاده میکنی چون دیدی که فرصت مناسب و این صحبت ها واقعا اتفاق عجیب مثل اینکه یه سری از پرونداشن هم هنوز در جریان و اپل مثل اینکه بیخیاله چیز نمیشه نوویا و اونم که کوالکام در نهایت خرید و الان زیر پرچم کوالکامه دقیقا. و این هسته های اورایونی که ما میبینیم همشون آره حاصل دستپخت دستپخت نوویا به مهمترین خرید کوالکامه دیگه آره یک دلیل یکی یک از که به موقع یعنی دقیقاً فرصت مناسب سری شنگ زد و خرید یکی از دلایلی که من و شما الان اینجا نشستیم داریم حرف میزنیم همین خرید کوالکامه نوویا آره <laughs> رو خرید و این حاصل شد حالا بگذاریم میگم از ام تا ام 3 بهبود معماری که حالا دق... چی نمود پیدا میکنه آی یا instruction پر سایکل یعنی چی یعنی اینکه در فرکانس یکسان این هسته چقدر عمل کرده بهتری بهمون میده یعنی خب معماری چقدر تغییر کرده توی از ام به ام 2 به ام 3 خیلی تفاوتی نداشت یعنی همش حد متکی بود به خود تی اس ام سی دیگه آره رو ده رو ده رو که بیا لیتوگرافی بهتر بده لیتوگرافی بهتر بده در آره. لیتوگرافی به این تر بشه که ظرفیت فراهم بشه من بتونم توان بیشتری تذرف کنم فرکانس رو ببرم بالا و عملکرد بهتری بدم و, و الا از لحاظ آی پی سی دو سه درصد هر نسل سریع بود اصلا مثل اینکه از سمت اپل هم یه پوش خیلی عجیبی به تی اس ام سی بود خصوصا توی ام تری که گفت اون نود به اصطلاح انتری بی رو اصلا زودتر از موعد با اینکه ییلد ریتش مثل اینکه خیلی پایین آره بود خود 50 60 درصد گفت اوکی داداش تو بده اینو من فقط آره, آره من با ندارم فقط تراشه رو به من برسون آره خیلی حالا بودیش. توی ام میگن که اپل همین اس رو اضافه کرده هم حالا یه تغییراتی توی ساختار هستا داده به صورت جزئی مثلا میگم بافر رو افزایش داده ارز دیکودر رو افزایش داده که پردازنده چیکار بکنه بتونه دستورالعمل های بیشتری رو بگیره سریعتر تو هر سایکل محاسبه انجام بده و گلوگاه ایجاد نشه اوه. این باعث شده که خب در نهایت این باعث شده که عمل کرد خیلی یعنی سریع یعنی اومده با وجود اون محدودیت هایی که الان توی بخش معماری و این داستانا داره اومده اینا رو یه ذره کوچولو باش بازی مازی کرده که بتونه توی اون به اصطلاح چی میگم محدوده خودش باز بهترین عمل کرده آره دعیباً باشه. دعیباً با اینکه دستش بسته سی یه آره باز کرده ضمن که حالا باز توان مصرفی افزایش پیدا کرده ها یعنی فرکانس M3 حدود 4 گیگاهرتز بود که البته تو ار 4 گیگاهرتز نیست میاد پایین توی M4 فندلس بودن فنلس بودن. فنلس بودن توی M4 اومده به 4.5 گیگاهرتز رسونده فرکانس یعنی باز فرکانس برده بالا میگن که الان تک حدود 11 وات مصرف میکنه بعد از کنم توی چند هسته ای هم به حدود سی, سی دو وات میرسه ام, ام فور ام فور آره. توی ام تری چقدر بود؟ تک توی ام, ام تری تک هسته ای به حدود 5 -6 وات بود یعنی تقریبا میشه گفت دو برابر آره شده دقیقا توی آره. چند هسته ای هم 20 وات الان همون شده. بحثیه که گفتی که پنج وات شده ده وات ولی لزوما عمل کرد دو برابر نشده آره فقط خیلی آره. تونسته آره دقیقا آره دقیقا. درصد نمایی آره. آره. میگم دیگه اصلا اون واتج آره پیدا میکنه یعنی آره. توی توانهای بالا تغییرات خیلی چیز نیست محسوس نیست آره درباره ساختار پردازنده M3 و m هم یه صورت گذرا صحبتی بکنیم که چه تفاوتی با پردازنده X دارن آره اوکی آره. چون میگن که ایکسلیت چیزه اصلا هسته کوچیک نداره آها آره آره این نکتش خیلی جالب آره. بود که این هسته کم مصرف اصلا به کل نداره آره و 12 میاد تا هسته با هسته. آره دوازده هسته, هسته کاملا پرقدرت که اینا میاد که توی سه تا کلاستر هم بوده آره. و اینا با فرکانس بازی میکنه آره. که بتونه شبیه سازی کنه اون دقیقا عمل کرده هسته های کم مصرف هسته ها یکی هن فقط فرکانس رو دو پایین نه این سم در صورتی که توی M3 شما چهار هسته پرقدرت داری و چهار تاسته کم مصرف داری امه. توی M4 سه یا چهار تاسته پرقدرت و شش تاسته کم مصرف داری و حالا حالا مشخص نیست روی ایر میخواد کدوم یکی از اون دوتا نسخه M4 رو نیست. بذاره مشخص نیست حالا او اون آیپد آره. رو کرده الان یعنی تنها چیز چون توی M4 شما تکستهی باز حدود 20-25 درصد از ایکسلیت بیشتره امه. شاید هم بی... بالاتر چون حدود 3700 3800 میده عمل کرده گیک پنچش اینجوریه توی چند هسته ای عمل کرده تقریبا شبیه همه حدود 14000 15000 به دست میاد اه... تنها برتری می که الان مثلا میتونیم ببینیم در کوالکام این ام پی که ام پی اوی کوالکام 45 تیلیون عملیات انجام میده ام MPUه... M3 3 که حدود 16 بود 16. نه M3 فکر کنم 30 خورده ای بود M3 30 خورده ای بود آره که M4 شد 38 آه. M4 38 M3 فکر کنم 18 شادان پس چی شد M3 18 تریلیون عملیات بر آره. بود M4 38 و با وجود اینکه اپل گفت ما سریع ترین ام آره خیلی اینم عجیب بود که دن. حالا قبلش هم کوالکام مثلا گفته بود آره که ما 45 آره بعد توی رویدادش اومد گفتش که ما سال هاست که ام داریم ولی الان یه سری تازه اومدن دارن <تصفح> ام آره. پی اینش خیلی عجیب اومد بود اومد ام پی مقایسه کرد با اینتل دیگه اینتل بکنم همین 15 16 تریلیون یعنی اصلا کوالکام رقیب نمیبینه نمیدید دید دیگه یا مثلا مدیده. ملاکش این بودی که هنوز چیزی به آواز ارزه نشده آها آها. شاید چون اینه. ما اونور داشتیم کوالترو رو با اونا مقایسه کرده آرا. اه بنابراین ام 4 گفتیم دیگه تک خیلی سریع تره اه. چند هسته ایش تقریبا برابر اکسلیته البته چیز نیست بر اساس اطلاعاتی که کوالکام داده و بر اساس بنچمارک هایی که از امفور اومده اره. اینو شفاف سازی بکنیم اره. عملکرد کرده امپیوی کوالکام ولی تره. ولی در مجموع این چیزی که اون چیزی که خیلی برای من مهم بود ببین پردازن لپتاب ویندوزی واقعا کوره آجورپزی بود دیگه. آره و مصرف آره توی این دوتا مورد واقعا پاشنه آشیلشون داغ, میکردن زیاد مصرف, مصرف میکردن, میکردن, و اینکه حس و حال چیز رو نمیداد مثلا مکبوک های سری ام اپل واقعا این یه گوشی میمونه دقیقا. همیشه در دسترس باز هر موقع که باز کنی آماده به کاره حالا مایکروسافت میگه که با این کوپایلت پلاس ها ما قراره همین چیزی تجربه بکنیم ام. و میگه که حالا باز از چیز سرفیس لپتاپ 7 هم یه بنچمارک اومده دیگه ظرفیت باتری سرفیس لپتاپ جدید با ایر 13 و 15 اینچی تقریبا یکیه هم. ولی عملکردشون توی پخش ویدیو اینا بیشتره. بیشتر خود بیست گفته 22, آره. 22, 22 ساعت پخش آفلاین ویدیو 22, و 22 ساعت پخش آفلاین ویدیو که واقعا این خیلی خوبه اگه برسید چیزی گیه. و من حس میکنم کاربر در نهایت اون چیزی که براش مهمه اینه که آقا من نرم افزاری که میخوام بی درد سر اجرا بشه آره که اینم یه قسمت مهم دیگه یه قسمت رویداد. مهم رویداد بود که الان بهش اشاره میکنیم اینکه من بتونم اتکا بکنم من این لپتاپ بدون شارژر بردارم باش کار بکنم و اینم مشکل بزرگ ویندوزیا بود همیشه شارژر دو کیلویی با خودشون حالا ظاهرا که مایکروسافت میگه ما این مشکلات رو حل کردیم یعنی اول اینکه میگه که پریزم عمل کردش همین تا 20 درصد از قبل بهتره, و, از 64 بیت هم پشتیبانی میکنه آره از 64 بیت هم پشتیبانی میکنه و, آره از میکنه. و از روزتا دو هم شاید یه خورده بهتره و بعضی و اومن باش برابری میکنه خود مایکروسافت میگه 87 درصد مدت زمانی که کاربر داره صرف کارش رو صرف پای لپتاپ میشینه به صورتیینیتیو رو آرمه آه. و خب یه پوش خیلی عجیب غریبی رو هم دیدیم دیگه اه. تو روی داده ماکروسافت دل که اومد چند دو تا لپتاپ معرفی کرد سامسونگ معرفی کرد ایسوس معرفی کرد اچ اره. که اومد اصلا لاین اپ محصولاتش رو یعنی ترکن. ماکروسافت با رفقاش اومد دیگه گفتش آره، آره. اپل شما حالا تکی ارتش من رفیقا من رفیقامم ما ندیده بودیم چنین چیزی یعنی اره. این پوش همه جانبه ویندوز آن آرم برای من خیلی جذابه و اینکه مایکروسافت یه چند یه اسلایدی نشون داده بود تعداد اپ هایی که خیلی اوکی اجرا میشن <تصفيق> 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 آره دیگه پشو نه. آره. تعداد اپ هایی که به صورت اوکی اجرا میشن روی چیز زیاده خیلی, آره خیلی زیاده. بود زیاد. و اینکه مهمترین قای... مثلا قایب بزرگ ویندوز آن آن، کروم بود که اصلا قبل از اون آره، اومد برای چیز الان برای... بریو داریم فایرفاکس، اوپرا خود اج که آره. دیگه حالا باید همه زودتر میومد اومد <تصفح> آره. آره. آره اینا رو داریم نمیدونم آفیسا رو مثل اینکه کلا ما داریم آره. برای کسایی که برنامه نویسن مثلا ویژوال استودیو کد خود ویژوال استودیو نمیدونم حالا نرم افزارهای دیگه اینترتینمنت حالا اون قسمت به اصطلاح نتفلیکس رو داریم اسپاتیفای رو داریم آره. هولو رو داریم دقیقا. یعنی میشه گفتش که دقیقا همون حرفی که زده جورایی درسته کاربر عادی تا 90 درصد وقتا وقتی میشینه پشت سیستم همه نرم افزارا دارن نیتیو اجرا میشن آره این ببین این دو تا موضوع اگر حل بشه واقعا کاربر اون اند خیلی براش مهم نیست که مثلا گیک بینچش چند درصد قوی تره چند درصد سریعتر، چند درصد عقب میمونه و اینا مادامی که من اپم درست اجا بشه و عین کوره داغ نشه و مدام ن... نیاز نباشه به بر برق وست باشه خب خیلی از نیازهای کاربرای ویندوزی رفت میشه به اینکه مایکروسافت توی رویداد بیل یه پوش اساسی هم برای دیولوپرها داشت اول اینکه داکر قرار به بعد عرض کنم خدمت دو مود و دو هوم. هوم رو آپدیت کرده بعد عرض کنم یک چیز دیگه بود و اس رو آپدیت کرده که مشکلات نتورکی و این داستانش رفت بشه که کار برای توسعه دندا خیلی گیر بودن روش اینها باعث میشه که خب ویندوز یه خورده مورد استقبال قرار بگیره مایکروسافت الان دو تا جبهه داره هم x86 رو داره هم آرم رو داره که این ور اینتل و کوالکام ای ام دی هم هست ولی خب خیلی محو دیگه اونور <clears throat> ولی اپل موضوع که هست الان کلا شیفت کرده رو آرم حتی آی مک و نمیدونم ببخشید مک پرو و مک استدیو همه اینا رو داره با آرم میده بیرون آه. و خب توسعه دنده الان واسه مک خیلی انتخابشون ساده کلا آرم میدن بیرون نرم افزارشون این ور به نظرت این دوگانه بودن جلو توسعه دندار نمیگیره وقتی استفاده از اینتل هم بیشتره و الان خیلی درصد کمی دارن از آرم استفاده میکنن که اون نرم رو ندن خصوصا نرم تخصصی و مهندسی ببین من یه بب حسی که دارم من فکر نمی‌کنم شما مثلا حداقل تا آینده نچندان نزدیک لپتاپ یا کامپیوتر ورک سیشن ویندوزی آرم ببینی یعنی حداقل تا آینده مثلا راه داریم تا اون قضیه سرفس استدیو که داشتیم ما هم دیگه صحبت میکردیم سرفس لپتاپ استدیو که نسل بعدش آره، قراره آره، اونو خیلی نمیشه ورک استیشن دونست ورک مثلا میشه چه میدونم ثینک پد پیوان اکستریم در حد به مایکروسافت آره ورک بود دیگه آره مثلا میشه دل پرسیژن <تص> خب اینا ورک اینا قراره کجا استفاده بشن اینا مثلا فرض بگیر قرار روشون انسی اجرا بشه و مثلا تحلیل دینام دینامیکی انجام بدن، <تص> تحلیل سیالاتی انجام بدن، چه میدونم میخوان قطعات خیلی حجیم در ابعاد بزرگ رو چیز بکنن طراحی بکنن میخوان چه میدونم تنش روی قطعات رو محاسبه کنن بار روی سقف نمیدونم پلانجا رو میخوان محاسبه کنن توی این یه کارهای فوق العاده پیچیده آره پیچیده و محاسبات بسیار سنگین توی این مورد ما الان میبینید دیگه شما الان مکبوک اینقدر خفن شده ما هنوز نه مطلب رو داریم رو آرم یعنی با همون رزتا اجرا میشه و نرمسارای چیز هم مهندسی مثل انسیس و مثل آباکوس و مثل کتیا و مثل سایبورک قبلا هم نبود الان هم نیست روی مک خب یعنی کاربر اینا یه کاربر نیشیه اه. که اه. یه دایلن. محدوده خیلی کوچیکیه که نیازهاش رو فعلا رو از قدیم رو x86 بوده و بعید هم هست آینده نزدیک تغییر بکنه اما ما به سطحی میرسیم که مثلا تو 90 درصد کاربری ها خب الان هم نزدیک میگه هم آرم جواب بده اه. حتی مثلا تدوین ویدیو هم که کار سنگینیه خب یواش یواش ویندوز هم داره یه خودی نشون میده مثلا میدونیم که ادوبی قراره پریمیر رو هم رو آرم بده برای ویندوز داره. تقریبا اه. کل خانوادهش رو میخواد بده آه. کل خانوادهش میخواد بده حتی تو سطح تدوین ویدیو هم شاید نیاز نیاز رو مرتفع بکنه و حالا مثلا خود کوالکام در بحث گیمینگ هم با وجود اینکه مثلا توی دموهاش مثلا دیده بودن که مثلا بازی کنترل داره ده دا پی توی تنظیمات میدیوم مثلا اوه. سی فریم بهت میده خیلی ویژگی خفنیه ولی خب شما باز نمیتونی کنترل و k با چه میدونم 80 90 فریم بر ثانیه اجرا بکنی که این باز برمیگرده انویدیا میگه که آی here اره <تصفح> اره اره اینه که من حس میکنم این دوتا به زیست خودشون در کنار هم ادامه میدن تا جایی که حالا واقعا اینتل و ای ام دی هم ببینن که خب ما چیزی به ارائه نداریم ولی یه نکته ای که هست خیلی نکته ریزیه ببین الان AMD هر سال تقریبا 10 درصد 12 درصد بهبود IPC میده همون نسبت عمل کرد بر فرکانس یعنی بهبود پیشرفت معماری اپل بعد از چهار سال تازه 7 8 درصد بهبود IPC آی داده این نشون میده که جا برای پیشرفت آرم اوه. به اندازه‌ای که جا برای پیشرفت x86 هست نیستش دیگه اوه. یعنی x86 رو خیلی راحتتر میشه بهینه کرد نسبت آره. به چیزی که چون هست. خیلی وضعیتش خرابه آره. <تصفح> آشفته بازار آره. در این آشفته بازار رو بهینه کردن آه. مثل این که خب مثلا میگن که آقا بر فرض اقتصاد ژاپن یک درصد رشد کرد اقتصاد ایران مثلا سال 2023 4 درصد رشد کرد دقیقا درصدی بخوای بگی اوه الله <تصفح> ولی خب توی سطوح بالا پیشرفت اوه. کردن سخت‌تره دقیقه و علم. اصلا چیزی هم که خود AMD بانوس گفته بانو بود, بود. اینکه توی دو سال آینده ما تراشه های خیلی خفنتری میبینیم که جواب به تراشه های آرم حالا کوالکام باشه یا نهاره. حتی اپل خود اینتل هم خب خیلی اعتماد به نفسش بالا سر ام. این لونار لیکه میگم این باعث میشه شای شاید در آینده مثلا هم این سمت خب محبوبیت آرم برای کاربری روزمره باعث میشه که خب ناوسای زیادی بیان رو آر مهم. هم اون سمت اینتل و ای دی و انویدیا با اون فر روند قبلیشون ادامه بدن کارشون رو منتها بهینه تر منتها بهینه تر برای کاربری های تر. مثلا یکی میخواد گیم بازی بکنه یکی میخواد چه میدونم تحلیل دینامیکی انجام مهم. بده اینا دیگه مجبورن یعنی میشه ده. گفتش که های آر میان مستقیما جای Ultrabook رو میگیره آره،, جایی که ما مشکل باتری داشتیم مشکل خنک کنندگی داشتیم دعیمان. و اینو کامل برطرف می‌کنه میکنه دیگه دعیمان. ولی ما هنوز لپتاپ گیمینگمون x86 داریم با گرافیک انویدیا و پی سی هم همچنان چون خود کوالکام گفتم دیگه حالا حرفمون نصفمون با وجود اون عملکرد کنترل گفتش که ما فعلا برنامه‌ای برای عرضه تراشه‌ای که بتونه لپتاپ گیمینگ رو چیز بکنه نداریم فعلا همچین برنامه ای نداریم و اینا حتما باید یونیفاید کار کنن یعنی نمیتونن که مثلا ما یه گرافیک مجزای آرم داشته باشیم حالا آرم نه مثلا این ویدیو باشه اصلا کاری ندارم و با تراشه مثلا کوالکام ایکسلیت کار کنه یه زمزمه هایی هست که مثلا کوالکام این چراغ سبز رو خواهد داد که همچین چیزی ببینیم اه هم. آه زمین اینکه چند سال پیش حالا من سرچ میکنم باز وبسایتش رو و حالا نتایجش رو برای هومن میفرستم امه. که توی تصویر نشون بده چند سال پیش انویدیا خودش داشت پی سی رو تست میکرد با سی پی آرم سی خو... نه که خودش باشه سی پی یو مدیاتک بودش نکنم سی پی آرم و گرافیک مجزای انویدیا انویدیا که داشت خوب کار یعنی تحقیقاتشون دارن توی آره. زمینه چون نه. اپل که نکرد بارم. این کارو حالا امیدوارم که اینور هم ببین اصلا همین اصلا این قضیه هست شما حالا ویدیو خیلی طولانی میشه من اصخایی میکنم واقعا بحث پیچیده است پارامترها زیاده من شرمنده تا کجا میخوایم اسکیل کنیم اینو این پردازنده رو تا کجا میخوایم بزرگش کنیم شما این چیزو نمیتونی مثلا از تو دل یه ویفر که ویفر سیلیکون که تراشه از سودش در گرده از سودل این یه مربع به این گندگی در بیاری اه. و بگی که خب این تراشه چه میدونم ام 3 پرو مکسه نمی دونم چی چیه اولتراه آره و انتظار داشته باشه هم کامل هم کار کنه آره و کامل کار بکنه اول اینکه احتمال دفیشنسی هست یعنی مثلا این تراشه شما میبری از سودل اون ویفر و کار نمیکنه کار نمیکنه یه دیگه آره. هزینه بسیار بالاست اپل برای رفع این اومد اون چی چی فیوژن اولترا فیوژن اولترا فیوژن بود فکر کنم یعنی اینتر کانکشن بین دو تا دقیقا. ترشه بود دیگه بهم. این دو تا ترشه به چسبونه به هم فکرام 800 گیگابایت بر ثانیه هم چیزی گفت، یه عدد عجیب غریبی گفته بود عرم. اپل اومد به جای اینکه مثلا یه تراشه بزرگ بسازه برای که احتمال موفقیتش کمتر باشه اومد مثلا دو تا ام توی مکس مثلا چسبون به هم با همین اولترا فیوژنه خب اینجا ولی چالش هست شما مثلا چالش گلوگاهی داری نرخ تبادل داده بین کش و سی پیو هستای سی پیو خیلی بالاتر از اون نرخ پهنای باندیه که این Ultra Fusion ایجاد می‌کنه این خودش گلوگاه مثلا اوه. برفض فرض بگی این ای که توی این تراشه هست می‌خواد به ای که توی این یکی تراشه هست، توی کش این یکی تراشه هست داشته باشه باید بیاد این مسیر رو طی بکنه، بره اونجا دسترسی داشته باشه یا اصلا موضوع خود رم هم هست چون رم هم دقیقا آره نصفش این بره،, بره. نصفش این بره و اساسا چرا ما M3 Ultra رو ندیدیم آره این حالا صحبت دربارش زیاده که یه درست کرده بودیم که میگه اصلا شاید یه M3 به اصطلاح M3 Ultra ثابت ما ببینیم که اونو قرار باشه بخواد بچسبونه با هم دیگه مثلا یه امتیری خفن اکستریم مثلا دوست که البته که توی امتیری فکر نکنم ببینیم فور احتمال سر باشه. اینه که شما تراشه تا یه از یه جای بیشتر بزرگش می‌کنی خنک کردنش داستانه دیگه چرا مثلا تراشه خیلی بزرگش نمی‌کنن سطح بیشتر میشه خب سطح بیشتری داره داغ میشه اینو باید خنکش کنی. اصلا چرا اومدن مثلا AMD داره روی 3D کش کار میکنه اه. یا چیپلت رو داره اه. کار میکنه چرا اینتل داره روی مموری فوورس کار میکنه که پکیجینگ سه به خاطر همین چیز دیگه یعنی اون سمت هم شما چالش داری شما برای اینکه یه چیپ خیلی خفن داشته باشی که یه ورکسیشن دستاپ رو ران بکنه شما باید یه چی, یه چیپ قد بربری تو درست بکنی که خب چالشه یا اینکه این, این چیپ ها رو باید به هم بچسبونی که باز چالش فنی داری گلوگاه داری یا اینکه در نهایت مثل اون ها بیای روی برد دو تا تراشه دو تا رو که باز این چالش گلوگاه رو داره داید داید. این چیزا باعث میشه که هنوز جا برای x86 باشه امه. حالا باید ببین من که امیدوارم نسبت به ویندوز آن خب چون و مایکروسافت از 2015 داره روی ویندوز آنان بحث میکنه قشنگ ویدیوش یادمه تری میرسون داشت صحبت میکرد ببین من دارم فوتوشاپ اجرا میکنم روی ویندوز آنان از اون موقع تا الان این اولین باره که ما داریم میبینیم که همه پارتنرهای اینتر ایم... ماکروسافت. دارن لپتاپ آرم میدن و ماکروسافت همیشه هم یه ذره ناقص نصفه کار میکنه مثلا میگم اون لایه مترجمه به سال x86 به آرم قبلا فقط 32 بیت رو جواب میداد بعد در صورتی که 32 بیت مثلا الان چندین و چند ساله که عمده نرم افزار داره, داره اصلا نیتی فقط رو 64 بیت میاد و اصلا با چرا خب یعنی پشتیبانی نمیکنه دیگه قدیم مقاله کار کردیم مثلا صحبت کردیم با ماکروسافت اصلا ممکن نیست 64 بیت و ما مترجم ترجم آقا تو یه خورده بیشتر این چیه پس؟ آره مایکروسافت اون برچسب قوله نرم رو میکشه ولی خب الان ما چند بار اشاره کردیم که داره به روزتا میرسه یا به روزتا رسیده روزتا رو کی داره میده داره اپلی میده که اون برچسب قوله نرم افزاری هم نداره آره اصلا. و بیشتر با سخت افزار و آیفون و فلان اینجور چیزا ما بیشترش در کل میگم حالا اگه بخوایم عدد بخوایم خود جمع بندی بکنیم از لحاظ عدد و رقم شاید m 4 به خصوص تو بخش تکسته ای و حالا تجربه وب دست بالاتر, دست رو بالاتر رو, رو داشته باشه مک های بعدی m 3 هم باز دست بالاتر رو داره با حاشیه اختلاف کمتر ولی اون چیزی که در نهایت برای کاربر عادی مهمه و عمل کرده, عمل کرده عمر توی کاربری واقعی عمر باتری و داغ نشدنه و, و من... اینکه ما Unplugged از این لپتاپ استفاده آه، آه. کنیم اگر مایکروسافت و حالا کوالکام بتونن در کنار هم این رو بدن به کاربر من فکر میکنم خب پوب... اقبال به سمت ویندوز آن ها خیلی بیشتر بشه و لپتاپاش فروش بره و اینکه توسعه دنده بیان نرم بیشتری رو بدن دیگه این آه. دانلود منیجر اگه آپدیت بشه فقط واسه آرم بیاد پای ظاهره درست این چرا هیچ وقت آپدیت نمیشه حالا جو آفتابی که ولی <laughs> چرا, چرا این آپدیت نمیشه آه. واقعا عجیبه ولی این توسعه دندا پشتیبانی توسعه دندا خیلی مهمه واسه دقیقا. به اصطلاح به موفقیت رسیدن ویندوز آن آرم چون اونورا مثلا مکبوک این همه چیز شد توی یک سال اول کلی نرم افزار اومد این سمتی آره دقیقا ام. و حالا در تکمیل صحبت هامون اگه دقت بکنید پرفروش ترین لپتاپ دنیا مکبوک پرو 16 اینچی 64 گیگرم ام 3 مکس نیست اره اره مکبوک ایر ام خب این نشون میده که بخش عمده ای از کاربرا چی به چی نیاز نیاز ولی مک بوک ایر 8 گیگ آره 16 اپل از 16 ویندوز بهتره این چون سوآپ میکنید دیگه میکشن ما و تو ها من امیدوارم به ویندوز آن آرم امیدوارم و از اون بیشتر به این امیدوارم که ببینیم ایکس الیت وی 2 نسل دوم که حالا قرار بیاد چون توی رودمپ دل فاش شده آره, اره. دل قرار ما توی 2025 اوراین نسل دو رو ببینیم امه. که در قرار تو ایکس های بعدی استفاده بشه و اصلا اینتل قرار چیز دل قرار روی ایکس 16 هم فکر کنم بده اینو امه. این انقدر اعتماد داره بهش بعد پاسخ حالا نمیدونم فکر کنم ویدیو طولانی تر میشه ج... هفت دقیقه خوب خب باش جواب کوتاه بخوایم بگیم جواب کوالکام به m پرو M3 مکس اولترا. حالا بخوایم بکنش m کاری نداره اون سریا چیه من فکر میکنم حداقل امسال با همین V1 وی... اک اکسلیت عادی ما چیز دیگه ای نبینیم اسکی یوها ها همین باشن کما اینکه اپلم هم یک یک و سال طول کشید آره تا ام پرو و آره. مکس رو بده شاید با V2 ببینیم مثلا پردازنده هایی که با امتریه و M4 پرو و M4 ماکس پسو رقابت بکنن چون توی V2 هم قراره خب معماری تغییر بکنه هم قراره لیتوگرافی از N4P که 5 نانومتر بهبودیافته است به 3 نانومتر ارتقا پیدا بکنه اوه. اوه. پس که این تو پس میتونیم یه آینده خیلی خوبی و هم واسه کوالکام که میتونه تراشه قدرتمندتری بده در جواب اپل آره. و هم خود ویندوز هم لپتاپ های بینه یعنی کلا خیلی امیدوارانه است این قضیه است آره دیگه عجیب غریبه که همه معادلات داره درست در میاد در اولین بار در مجموع وقتی شرکت ها با هم رقابت میکنن حالا کلیشه ایه ولی واقعا درست وقتی شرکت ها رقابت میکنن برنده نهایی من توی البته اگه پول داشته اگه البته پول داشته باشیم من و <تصفح> فرضی که توی سان زندگی زمین آره دقیقا. و اینکه من بتونم من اینکه مثلا ویندوز رو ترجیح میدم خب بحث کل کل و اینا به کنار ممکن آقا من این نرم داشته باشم که تو ویندوز اجرا میشه یا اصلا به با ویندوز راحت تر باشه خب ما بچگیمونو رو با ویندوز بزرگ شدیم ما و حالا 70 80 درصد جامعه کاربران دسکتاپ اگر لپتاپ ویندوزی باشه که نیاز من رو رفت بکنه بدون نیاز به حمل شارژر و اینا من او. اوکی هم اونم شارژر های دیویس واتی و 300 واتی لنوو آره آره هر کدومشون سلاح سرده واقعا دعیقا. و این مشکلات امیدوارم که به زودی حل بشه خب رفقا رسیدیم به انتهای زوم کستمون خیلی طولانی شد خب ولی خب سعی کردیم خن. که پروپیمون باشه دیگه دلیقا. اطلاعات بدیم اگه منم دیدید که زیاد صحبت نکردم چون اولین زوم کستی بود که داشتیم اینجا دم مردادم گرم خیلی وقتا اصلا داستان, داستان دست گرفت و خودش برد جلو خب خب واقعا خب. دمت گرم قربونت اگه نظری چیزی دارین درباره ماکروسافت و کوالکام و به اصطلاح اکوسیستم ویندوز که داره جوم میگیره دوباره حتما برامون کامنت کنید اگه از این دست ویدیوام دوست دارید که حتما لایک کنید و بگید نظرتون دیگه چی کار کنید بهتر بشه و این داستانا دمتون گرم مرسی که تا اینجا با ما بودید قربون شما